نگاه ضعیفی به خودتون نداشته باشید. خیلی وقتا انسان خودش رو تحقیر میکنه وقتی نگاه پایین به خودت داشته باشی. من نمیتونم، من ضعیفم، من عاجزم، من داغمونم، من فلانم، من کسی حامی ندارم. خودت حامی خودت باش. این نگاه رو از خودت بلند بکن تا بلند بشید، وگرنه پروفسور هم بشید تو زمین افتادی. درد نداری قابل تحمل، درد داشتن و دارایی قابل تحمل نیست. یه وقتی کسی نداره فقیره، با یک نون و محیاوه هم سیره، با نون و ماستی. ولی خیلی ها درد دارایی اونها رو داره چه نابود میکنه. درد بیماری قابل تحمله. طرف سرطان داشته، رفته دکتر گفته 2 ماه دیگه میمیری، گفته کار خدا، شکر خدا، انا لله و انا الیه راجعون. درد سلامتی خیلی سخته. اونایی که سالمن و از سلامتی دارن رنج میبرن، سلامتیشون به درد هیچ کس نمیخوره، نه به درد خودشون، نه به درد جامعه. نگاهتون به خودتون نگاه بلند باشه. من باید نقش‌آفرینی بکنم، دنیا رو متحول بکنم، نگو روستای چاهو و شهر و محله سرور رو متحول بکنم. این چه نگاهیه؟ من باید دنیا رو متحول بکنم. حرفی در برای گفتن در زمان خودم و بعد از خودم داشته باشم. این نگاه به خودتون داشته باشید. آدم تا جایی میری که فکرش بره. چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هموطن، سارا جهان همارا، کل مردم جهان مال منن، من براشون برنامه دارم. شما خیلی فرصت دارید. من نمیتونم برای هر کدومتون قیمت بذارم. این دخترم 500 میلیون قیمت داره، این 500 میلیون، اون 1 میلیارد، اون 100 میلیون. اصلا شما قیمت ندارید. یک ثانیه تون ما به 500 میلیون نمیفروشیم، به شرطی که شما خودتون رو پیدا بکنید. گفتم مهمترین و بنیادی‌ترین عنصر یک جامعه انسانه، و این انسانه که میتونه انسانها رو تحریک بکنه. دکتر عبدالرحمن سمند 11 میلیون نیم انسان رو تحریک کرد، جامعه هدف رو ایجاد کرد. و این کار میسر نیست مگر با 2 چیز: 1 آموختن، 2 آموزش. کسی که میخواد جامعه هدف رو ایجاد بکنه و یک جامعه هدفمند، مسئولیت پذیر، توسعه یافته، پاک، متماسک، باید اول به خودش بپردازه. آموختن، بعد آموزش. جامعه با آموزش تحریک میشه. آموزش بزرگترین و مهمترین نوازش اجتماعی است. اگه جامعه تو دوست دارید، با آموزش اونو نوازش بده. این نوازش پایداره. این که تو جامعه رو آموزش بدید، این نهایت عاطفه یک انسانه که من باید این انسان رو توانمند بکنم، سر پا بکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جاهلان هادیان درست کرد. در زمان بعثت پیامبر هیچ جامعه‌ای به اندازه جامعه قریش جاهلیت نداشت. پیامبری که سواد خوندن و نوشتن نداشت، با قرآن و آموزش این قرآن و این هدایت به اون انسان‌های جاهل، از جامعه جاهلان هادیان درست کرد. و بعد از هادیانی که تولید کرده بود با آموزش، آمد مجاهدینی و مسئولیت پذیرانی رو درست کرد و دعوتگرانی که دولت‌های قدرتمند زمان خودشون، فرس، روم، فتح کرد. نگو من شیخ نیستم، من طلبی نیستم، من دانشجوی پزشکی هم، من دانشجوی مهندسی هم. من چطور؟ اگه دانشجوی مهندسی یا طرح‌های خیلی عالی،
طرح ارائه بده، از روستای خود شروع بکن، ولی هدف تنها روستای خود، اونجا سکوی پرتابی باشه. با یک طرح معماری که تو طراحی میکنید شاید چند ماه پیش دانشگاه هرمزگان آمد یک همایش بزرگاش از پروفسور عبدالمجید عرفایی برگزار کرد، نمیدونم خبرتون شد یا نشد، چند ماه پیش تو بندر عباس. این پروفسور عرفایی تنها کسی است که خط باستان رو میتونه بخونه در دنیا، نفر دوم نداره. یه برادرش هم اینجاست، ارگ بم، مهندسین ارگ بم، مهندس عرفایی. یه برادرش هم پزشکه. همه شون منحصر به فردن. یک ایرانی، یک هرمزگانی، یک سنی در دنیا خودش تنهاست، مرد اوله. پروفسور خوشنودی که به رحمت خدا رفت، استاد دانشگاه بود تو دانشگاه زاهدان، این کسی بود که امپریال کالج لندن، دانشگاه سلطنتی انگلیس در قلب لندنه، کلید کتابخانه دانشگاه بهش داده بودن که هر ساعتی از شب و روز میخواد خودش بره تو دانشگاه، تو کتابخانه تحقیق بکنه. به یک ایرانی یک ویلای تو قلب لندن براش داده بودن، هزینه سفرهای پژوهشی و تحقیقاتیش تو کل دنیا امپریال کالج لندن پرداخت میکرد. وقتی تو خیابانهای بندرعباس راه میرفت سرش اینطوری بود، هیچ موقع نمازش قضا نشد این مرد. پروفسور خوشنودی برادرش هم هست که تو دانشگاه پیام نور بود، ولی اونی که به رحمت خدا رفت تو قبرستان کلاتو هم دفن شد. جالب اینجاست، با اون عظمت امپریال کالج لندن، ویلا، کلید کتابخانه، هزینه های سفرهای تحقیقاتیش، ولی نمازاش قضا نشد. ما این میخوایم. دانشجو بره تو دانشگاه، نمیدونم لباس های عجب و عجب بپوشه، نمیدونم بریم فلان جای سیگاری بکشیم، بریم فلان جای چیزی بخوریم، نمیدونم شاد باشیم. دنیا رو ما تو معفوت بکن با اون کارهای بزرگی که انجام میدید. 10 تا 12 تا مقاله بنویس تو پروفسور میشی، دنیا خریدارت اگر اینجا کسی خریدار نداری، ولی ما دوستتون داریم، چون مال ما هست. آموختن و آموزش تنها راه ایجاد یک جامعه هدف عالی است. انسان ها میتونن انسان ها رو تحریک بکنن. دو چیز خیلی مهمه، سه چیز، یکی این که فرافکنی نکنید، مسئولیت بپذیرید، میتوانم خدایا یاریم کن. اینو باید بگید، با قدرت باید بگید، با صدای بلند، اصلا جلو آینه بیست، بگو میتوانم خدایا یاریم کن. میتوانم یعنی چی؟ میتوانم خدایا یاریم کن. تو وقتی که همه چیز مهیاست، هیچ خطری تو رو تهدید نمی کنه، تو دیگه اگه موافقم بشید، این لاف بلوفه. خوبه که انسان تو بحران‌ها مدیریت داشته باشه، تو بحران‌ها انسان ساخته بشه. از آسایش آسایش تولید نمیشه، از آسانی آسانی تولید نمیشه، این یک فرموله. انسان موجودی ماجراجوست، تا انسان ماجراجویی نکنه خلاقیت و اکتشافات هم نیست. هر ماجراجویی یک آسیبی هم داره. امروزی تو صفحه مانیتور جلوت نشسته، صفحه تلویزیون اعماق اقیانوس ها رو
و صدها گونه های دریایی و موجودات تو دریا و طبیعت زیر آب. و شما میدونید که چند نفر رفتن زیر آب کوسه زدنشون پاشون قطع کرده اصلا بالا نیامدن. ما اگر زیر دریا رو روی صفحه موبایل ما میبینیم تو اعماق اقیانوسا و همه موجودات و همه چه اوصافشون، خواستشون، مسائلشون، به خاطر یک عدی ماجراجویی کردن، آسیب دیدن تا این خلاقیت ایجاد شده. خداوند در قرآن میگه شما هم این سوره صد بار خوندید، هزار بار خوندید، فإن مع العسر یسرا. خداوند گفته، دو بارم گفته که شاید فکر بکنید که از آسانی آسانی است، ولی گفته إن مع العسر یسرا. بعد از سختی و تحمل زحمت و قبول مسئولیت و سختی ها آسانی حاصل میشه، یسر حاصل میشه. من یک سال 7 دانشجوی یه رقمی دو رقمی صنعت شریف رو دعوت کردم تو بندر عباس تو استان هرمزگان. هر 7 نفرشون شیعه بودن. اون دوستم که به من پیشنهاد داد، آقای زاکری، شیعه بود. گفت شیخ من میخوام دعوت بکنم دوستانم که بیان استان هرمزگان یه رقمی دو رقمی صنعت شریف. کسی از من حمایت نمی کنه، شما حمایت می کنید. خانم مهندس باقستانی گفته برو سورو پیش شیخ، اونجا یه انجمن داره. نه اونس پرورش، نه هیچ اداره از من حمایت نکرد. من از دوستانم دعوت کردم بیان تو استان ما که محروم راهکار بدن به بچه ها، به پیش دانشگاهی ها، به دبیرستانی ها، که چطوری حسام اسفندیارپور سیرجانی رتبه 3 صنعت شریف سال 79 شده رشته برق. گفتم پسرم با هواپیما میخوای بیا یا با قطار، با ماشین؟ گفتم خونه های ما پر از ماهی و میگوست، فریزرهای ما، خونه هم داریم، جا هم داریم. دانشجو قانه با یه ساندویج هم سر میکنه. یک هفته تو خونه شخصی من بودم، با 10,000 دانش آموز من تو استان هرمزگان جلسه برگزار کردم. اون سفرش تغییرشو نگرفت. برای روزی که میخواستم برن دیگه از شرمندگی اداره کل دعوتشون کرد، خیلی هم ناراحت شدن. اونجا هم حرفای تندی زدم بهشون، شما ما رو تحویل نگرفتید، گفتیم تو نمازخانه یک شبانه روزی ما میخوابیم، یه فلافل به ما بدید. گفتیم ما نمیتونیم، ولی من این کارو کردم. اینا رو میگم که میشه خیلی کارها کرد. 7 روز تو خانه من بودن، با 10,000 دانش آموز من جلسه گرفتم، راهکار دادم. یه روز خانم دقوقی که مدیر دبیرستان دخترانه شاهد بود، الان تو اداره بندره، تو اداره بندر من رو دید، گفت شیخ دیگه از اون دانشجوهای صنعت شریف دعوت نمی کنید. تا چند ماه این دخترای دبیرستانی تو شاهد اصلا حال و هواشون عوض شده بود برای درس خوندن. شما درس می خونید؟ تحقیق که ما کردیم نمره بچه هامون افت کرده. هر کدوم تو دانشگاه توی گوشه نشسته منزوی. ما یه طلبه داشتیم اینجا تو مدرسه بندرعباد، دانشگاه قبول شد، گفت شیخ من برم دانشگاه یا ادامه بدم اینجا. گفتم طلبه زیاد داریم، تو برو تو دانشگاه. رفت طرف برازجون و گوشه رو اونجا. چند سال اونجا من نزدیک به 100 خورده دانشجو چه شناسایی کرد از بچه های خودم، چه تحولی اونجا ایجاد کرد. بچه های خوب و هدفمند رو شناسایی بکنید، شیعه و سنی رو شناسایی بکنید، اونهایی که دلشون برای این خاک و برای این استان و برای این کشور. این خاک مال ماست، میهن ماست، نسل جوان آینده.